سرخط مهمترین خبرها. بیعت دیگر فرماندهان طالبان با جبهه مقاومت. خبر را که در لابلای این گزارش تماشا کنید. طالبان هیچ کشور حق مداخله در امور افغانستان را ندارد. استانگزی روسیه، امریکا و ناتو به محیط زیست افغانستان آسیب زدن. ردبندی پاسپورت کشورها، افغانستان همچنان در آخر جدول قرار دارد. و در چندین شهر جهان معترضان خواستار توقف نسل کشی هزاره ها شدند. به نام خداوند بخشنده و مهربان بابا تقدیم سلام. لطفا تا آخر این ویدیوی مهم با ما باشید. طالبان هیچ کشور حق مداخله در امور افغانستان را ندارد. گزارش از انیسه شهید. پس از آنکه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد برای برخی اعضای گروه طالبان که در ایجاد محدودیت‌ها و اعمال خشونت‌ها بر زنان نقش داشتند محدودیت صدور ویزا اعمال خواهد کرد، طالبان در واکنش به این موضوع گفتند هیچ کشور حق مداخله در امور افغانستان را ندارد. طالبان روز جمعه 22 میزان در اعلامیه‌ای گفتند که به هیچ کشور اجازه مداخله در کارهایشان را نمی‌دهند. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 20 ماه سپتامبر اعلام کرد افرادی که در اعمال خشونت و محدودیت بر زنان و دختران افغان نقش داشتند با اعمال محدودیت بر سفرهایشان با آن کشور روبرو خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا به موضوع گفت این اعمال خشونت ها و محدودیت ها شامل من دختران از تحصیل، من زنان از کار کردن، بازداشت زنان و اعضای خانواده های آنان، گرفتن حق انتخاب از زنان، اعمال محدودیت بر سفر زنان و نقض حق آزادی بیان آنها است. طالبان نیز در واکنش به این خبر اعلام کردند که افغانستان یک کشور مستقل است و آنان به مسئله دینی پابندند. این گروه اعلام کرد که در انجام امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی اصول دارند و بر اساس این اصول دینی و فرهنگی مکلفند مشکلات مردم را حل کنند. این گروه در این اعلامیه افزودند که آنان در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نمی کنند و بنابراین از کشورهای دور و نزدیک می خواهند که در امور افغانستان مداخله نکنند. طالبان گفتند که ایالات متحده آمریکا این مسئله را برای همدردی بیان نکرده است و هدف دیگر دارد. استانگزی روسیه، آمریکا و ناتو به محیط زیست افغانستان آسیب زدند. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان میگوید که روسیه، آمریکا و ناتو به محیط زیست در افغانستان آسیب رساندند. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان این گفته ها را روز یکشنبه 24 میزان در مراسم تجلیل از هفته جهانی تغییر اقلیم در کابل مطرح کرده است. به گفته استانگزی روسیه، آمریکا و ناتو با استعمال اسلحه های گوناگون به محیط زیست افغانستان آسیب جدی وارد کردند. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در این مراسم از جامعه جهانی خواسته است که برای بهبودی محیط زیست در افغانستان همکاری کنند. هفته جهانی تغییر اقلیم به منظور مبارزه با عوامل آسیب رسان به محیط زیست نامگذاری شده است. در چندین شهر جهان معترضان خواستار توقف نسل کشی هزاره ها شدند. در ادامه اعتراض ها به حمله تروریستی بر مرکز آموزشی کاچ، شهروندان افغانستان در چندین شهر جهان گردهمایی های اعتراضی برگزار کردند. این گردهمایی ها با حضور صدها تن روز یکشنبه 24 میزان در شهرهای فرانسه، آلمان، تایلند، اتریش، هلند، کوریای جنوبی، ترکیه، آمریکا و دیگر کشورها برگزار شد. معترضان در این گردهمایی‌ها با نکایش حمله تروریستی بر مرکز آموزشی کاج، خواستار توقف نسل کشی هزاره‌ها و توجه جامعه جهانی به وضعیت این گروه قومی شدند. این در حال است که هفته گذشته
در پیش از 100 شهر کشورهای مختلف اروپا، استرالیا، امریکا و آسیا گردهمایی‌های اعتراضی در این پیوند برگزار شد. بر اساس آمار دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل، در حمله بر مرکز آموزشی کاچ دست کم 53 تن کشته و پیش از 110 تن دیگر که اکثریت آنان دختران دانش آموز بودند زخمی شدند. تعداد دیگر از طالبان بدخشان به جبهه مقاومت پیوستند. به تازگی یک فرمانده طالبان با 20 تن از نیروهای تحت فرمان خود در ولایت بدخشان پرچم مقاومت را برافراشته و علیه گروه طالبان اعلام جنگ کردند. منابع روز یکشنبه 24 میزان به خبرگزاری صدای افغانستان گفتند یک فرمانده با 20 تن از نیروهای خود شب گذشته در شهرستان راغ ولایت بدخشان و جبهه مقاومت ملی پیوسته است. به گفته منابع این فرمانده طالبان شجاع الدین نام دارد و قبلا در صفوف ارتش پیشین افغانستان کار می کرده است. منابع مذکور از شهرستان راغ می افزایند این فرمانده و نیروهایشان با خود جنگ افزارهای سبک و سنگین و مهمات را نیز به جبهه مقاومت بردند. در یک ماه اخیر چندین فرمانده طالبان با نیروهایی که رقمشان به پیش از 200 تن می رسد با تمامی تجهیزات نظامی و مهمات در چند شهرستان بدخشان به نیروهای جبهه مقاومت پیوسته و در برابر گروه طالبان اعلام جنگ کردند. از سوی دیگر یک منبع معتبر از شهرستان ولایت بدخشان نیز به خبرگزاری صدای افغانستان گفتند که شب گذشته نیروهای جبهه مقاومت و گروه طالبان در این شهرستان با هم درگیر شدند و تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده است. یک منبع از بیمارستان مرکزی ولایت بدخشان گفت که از درگیری های شب گذشته 2 کشته و 6 زخمی از نیروهای طالبان به بیمارستان منتقل شدند. در 2 ماه اخیر جبهات مختلف در 10 شهرستان ولایت بدخشان در برابر گروه طالبان با پرچم جبهه مقاومت نبرد را آغاز کردند و شهرستان شکی نیز برای مدت از کنترل طالبان توسط نیروهای جبهه مقاومت بیرون شد. رده بندی پاسپورت کشورها افغانستان همچنان در آخر جدول است. رده بندی تازه موسسه هیلی گلوبال نشان می دهد که پاسپورت افغانستان همچنان از کم اعتبارترین پاسپورت هاست. موسسه هیلی گلوبال روز دوشنبه 25 میزان رده بندی تازه پاسپورت های کشور را منتشر کرده است. ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی 3 کشور آسیایی است که در این رده بندی از با اعتبارترین پاسپورت ها برخوردار هستند. به همین ترتیب افغانستان در رده 112 و پس از پاکستان، سوریه و عراق قرار گرفته است. در این اعتبار سنجی آمده است که با پاسپورت افغانستان می توان به 27 کشور جهان سفر کرد. سال گذشته نیز پاسپورت های ایران و افغانستان بر اساس اعتبار سنجی موسسه گلوبال پایین ترین اعتبار را داشت. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.